هزار مرتبه شاکرم که از یه خانواده خیلی مذهبی وارد هنر شدم و این بزرگترین عامل بازدارنده بود برای جواد رضویان. واژه مطرب برای من به کار بردن که رفته مطرب شده و این خیلی سنگین بود برای من، برای خانواده نازنینم که همه زندگی من بر زبدر اساسی اینجا خوردم. یعنی زبدر اول این بود که من اومدم وارد دانشگاه هنر شدم، اومدم نقاشی خوندم خبط بود، اومدم از در کنار نقاشی رفتم بازیگر شدم. یعنی این دیگه افتضاح بود، خبط نبود. دوباری که وصیتم رو دادم دست همسرم ازش خواستم از من جدا شه. جاد به اینجا رسیده بود، در این حد که ذرهشو نمیتونی برام بگی؟ یعنی چی خونه نشین شده بودی؟ خالی کردم یه دفعه. یعنی یک آدم خونه نشینی که جرأت نداره تا سوپرمارکت سر کوچه‌شون بره. یعنی افسردگی و بیماری روحی روانی اومد سراغ. وحشتناک. از شب وحشتناک میترسه جواد رضویان. به محض که غروب آفتاب میبینه احساس میکنه ناقوس مرگ داره به صدا در میاد. دوباره از همسرم خواستم با تحویل اون وصیت‌نامه، چون همسر من سنی نداشت وقتی با من ازدواج کرد. فکر کنم اون تاریخی که من ازشون خواستم از من جدا شدن، فکر کنم شون ضعیف دست شده. یعنی احساس میکنی جواد داری میمیری؟ بله. خواب دیدم که سومین بارون پاییزی که بزنه کار تمومه. بارون اول پاییز زد، بارون دوم پاییز زد، بارون سوم پاییز اون سال بارون نبود، برف بود و جواد موند. شما وقتی یه خانواده که میگم انقدر جایگاهش والاست، یه خانواده ای داری که اینجوری ساپورتت میکنه و یک سره داره به تو امید میده، همینجوری میکنتت پرتت میکنه تو پاورچین. آهان، از اون مرحله رسیدن به این مرحله یه چیز عجیب غریب بود. خب این زبدر دومه. بله. و تو عامل مهم برگردوندنت به زندگی رو تو اوج دوران افسردگی در سال 78 20 سال پیش، همون عامل بازدارنده تو زبدر اولت میدونی، یعنی خانواده‌ات، همونا به دادت رسیدن. پدر و مادر بزرگترین سرمایه یک اولاد میتونه باشه. پدر من یک داور من میکنه، مادر من خیلی کنکاش میکنه کار منو. مادر الان سر چه کاری هست؟ مادر الان این کاری که تو آفتاب رنگ پوستت این رنگی شده، مادر دیگه، مادرانش. پدر من میگه خدا قوت، خدا آبروت رو حفظ کنه. تنها دعای بابامه خدا آبروت رو حفظ کنه. الهی آمین. به افتخار همه پدر مادرها خواهش میکنم از حضور منور و نازنینتون بایستید. به افتخار همه پدر مادرها انشاءالله. خانم نونال گریه کردی؟ جواد گریه خانم نونالی در آوردی؟ غلط کردم، غلط کردم خانم نونال. چرا؟ چی شد؟ یاد مادر افتادی؟ خیلی قدر داره. ما هیچ کدوم خودمون تصمیم نمیگیریم در چه خانواده‌ای باشیم. واقعا همشون عالی هم، همشون دلشون میخواد که خیلی عالی باشن. بعضی میتونن، بعضی نمیتونن، بعضی تقدیرشون حالا هرچه که هست. ولی واقعا نمیدونم، شاید همچین تجربه‌ای نکرده بودم. واقعا شاکر شدم. ببخشید منو. ببخشید. نه دلیلش رو بهمون نمیگی. یاد پدرم، یاد مادرم، خیلی نازنین بودن. واقعا امیدوارم سایهشون بالا سرتون باشه. من هیچ این که فکر کنید من میگم آه مادرم، آه پدرم، واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم پدران و مادران شما به اندازه پدر و مادر من عمر بکنن. من از جمله آدمهای خوشبختی هستم که سنین بالای پدر و مادرم رو دیدم. ولی دلتنگ میشی و گاهی از این که از رضایتمندی خندت نمیگیره، گریت میگیره. واقعا اصلا انگار من مدت ها بود نیاز داشتم که به یادشون چشمم تر شد و واقعا خودداری میکنم چون